يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو امروز ما و شما پیرامون شخصیت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلیفه راشد و خلیفه عادل و دومین خلیفه مسلمین می باشد. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه در نهمین پشت با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یکی می شود که و عدی دو برادر بودند. كان حضرت صلى الله عليه وسلم از اولاد كعب و حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه از اولاد علي میباشد. 13 سال بعد از واقعه آمونفیل اینها متولد شدند. در سن خود از آن حضرت صلى الله عليه وسلم 13 سال کوچکتر بودند. در میان قریش از شجاعت و دلیلی و بهادری بسیار ویژه‌ای برخوردار بودند. به صفت یک انسان شجاع، یک انسان فهمیده، یک انسان هوشیار به او نگاه می‌شد و وظیفه سفارت و نمایندگی قریش و مشرکین عرب در اختیار حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بود. با وجود اینکه جوان بود و در سنین جوانی قرار داشت، اما قوم و قبیله بنی عدی که قبیله خود حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بودند سمت بزرگی، مستفیدی و کرامی بر عمر داده بودند. کرامی و بزرگی تنها به جسم نیه سرداران عزیز، تنها به هیکل نیه، به عقل و به فهم و به درایت و به هوشیاری و به دانش از سرداران عزیز. عمر نوجوانی بیشتر نبود، شاید زمانی که بزرگی قوم از او به او رسیده بود برای سفیدی قوم از او 20 تا 22 سال بیشتر سن نداشت. مامای از او ابو جهل، کسی که در تاریخ ما به نام ابو جهل میشناسه، یا عمر بن هشام بود. خواهرزاده ابو جهل یا عمر بن هشام بود. 40 نفری بودن که مسلمان شدن. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در عداوت و دشمنی قبل از اسلام با مسلمان ها هیچ چیز کم نداشت، کاملا در مقابل و در سر مسلمین قرار داشت، در مقابل مسلمان ها قرار داشت و ماماهای از اون بیشتر از دیگران او تشویق میکردن. روزی در مجلس ابو جهل خواهرزاده خود عمر بسیار تشویق کرد و بسیار میکرد انگیزه داد برای قتل پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. حضرت عمر از مجلس بیرون شدند، شمشیر به دست دارد و بسیار خشمگین حرکت میکرد به طرف خانه آن حضرت صلی الله علیه و سلم. در میانه راه با یکی از مسلمان ها برخورد کرد. وقتی حالت عجیب عمر رو دید از او پرسید عمر با کجا میری؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که مسلمان رو به خطاب قرار دادند گفتند که من به خاطر قتل رهبر شما و پیامبر شما حرکت کردم تا او یک قتل بکنیم و از بین ببرم. این صحابی وقتی این حالت حضرت عمر رو دیدن گفتن بهتر است که یک سر به خانه خود هم بزنید. تو به خاطر قتل پیامبر حرکت کردی، اما در خانه تو خواهر تو و داماد تو مسلمان شد. حضرت عمر خشمگین از وسط راه برگشت به طرف خانه آمد. دروازه خانه داماد پرست زید گذر، داماد از اون در رو باز کرد، فورا یخن داماد رو گرفت و یک بزنید زد. در آویز شد با او که شما به پیامبر ایمان آورده اید، به محمد ایمان آورده اید. او داره در گیری از اینا تون کشید، سر داماد از اون پوشانی از اون زهنش بخون بجاره شد. خواهر عمر فاطمه آمد. وقتی این حالت دید عمر داماد خود گذاشت و خواهر خود یخن از اون گرفت. خواهری گفت بله برادر، ما مسلمان شدیم، ما با پیغمبر ایمان آورده و ما مسلمان شده. قبل از اینکه حضرت عمر دروازه خانه رو بزند صدای کلمات و سخنانی از درون خانه به گوش حضرت عمر رسیده بود. حضرت خباب در خانه فاطمه بود، در خانه داماد حضرت عمر بود و وزونه داشت قرآن رو تعلیم می‌کرد. عمر پرسید
في صحبته شمونيدر في هاف كنيزته في هاف تشيكو خبا خواهد وقفت اينا آيات قرآن مجيد بود كما بيخان حضرت عمر قلت بده بي كاغذة برمه كما ندهان نه في قرآن برای انسان های نجس نیه اونا بتونن دست بزنن اگر تو میخوایی قرآن رو دست بزنی باید وضو بگیری باید غسل بکنی طهارت بکنی و قرآن رو دست بزنی دل عمر بسیار نرم شد حضرت عمر رفتن طهارت کردن پس برگشتن آمدن آیات سوره طه در این ورق نوشته شده بود ای آیات رو گرفتن و خواندن طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات والارض آیات ابتدایی سوره طه وقتی ای آیات رو خواندن حالت حضرت عمر خرید حضرت حوا پشت پرده بودن از پشت پرده بیرون آمدن گفتن بشارت با عمر که دعای پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در حق تو قبول شد پیغمبر خدا به چند روز قبل میدون که دعا میکرد یا الله اسلام رو با ایمان آوردن عمر نصرت بده در روایت میاد که حضرت صلی الله علیه وسلم به این شکل دعا کردن اللهم عجل الاسلام به عهد عمرین یا الله اسلام رو کمک بکن با ایمان یکی از دو عمر یکی عمر ابن خطاب یکی عمر ابن هشام که امر ابو جهل است و دعای من حضرت صلی الله علیه وسلم در حق عمر ابن خطاب از خانه بیرون شد به طرف خانه ای که حضرت صلی الله علیه وسلم قرار داشتن و در اونجا کلمه شهادت و برزبان جاری کنند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اسلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فتح و پیروزی و نصرت بسیار بزرگی برای مسلمان ها قبل از اون مسلمان ها اجازه نداشتن در درون خانه کعبه در حرم مکی و در دوروبر خانه کعبه نماز رو علنا بخوانند وقتی حضرت عمر مسلمان شدن علنا نماز رو شروع کردن و خواندن در جای مسجد الحرام وقتی مسلمان شدن و از خانه بیرون شدن اولین جایی که رفتن نه به خانه مامای خود ابو جهل دروازه زدن و گفتن که ابو جهل نه به توی گپ میزنم که امروز من مسلمان شدم و طرف تو دوباره محمد صلی الله علیه وسلم نیه طرف تو عمر است چند لحظه قبل ابو جهل عمر رو برای قتل از رسول محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده بود و حال عمر مدافع و خادم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار گرفت حضرت عبدالله بن مسعود می فرماید اسلام عمر نصرت بسیار بزرگی برای مسلمان ها بود حکومت عمر رحمت بسیار بزرگی برای امت اسلامی حضرت عمر علنا نماز رو در مسجد الحرام شروع کردن و مسلمان ها هم بعد از او به صورت علنی نماز رو شروع کردن وقتی که اجازه هجرت برای مسلمان ها داده شد که از مکه به طرف مدینه هجرت بکنن اکثر مهاجرین اکثر صحابه که در مکه زندگی میکردن سعی میکردن مخفیانه هجرت بکنن چون مشرکین مانع میشدن و نمیگذاشتن مسلمان ها از اینکه هجرت بکنن در مدینه برن و آزادانه به دین خود عمل بکنن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقت اجازه هجرت از آن حضرت گرفتن در مسجد الحرام آمدن گفتن من کو میشناسم عمر فرزند خطاب از فلان منطقه میخواهم حرکت کنم هجرت بکنم فردا صبح هر کسی میخواهد زن از او بیوا بشود و بچه های یتیم بشود فردا در مقابل بیارد مانع رای شجاعت و غیرت بسیار عجیب داشت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هجرت کرد هیچ کسی جرأت نکرد مزاحم حضرت عمر بشه بعد از هجرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره و تشکیل دولت اسلامی و حکومت اسلامی در مدینه در تمام غزوات و جنگه هایی که در طول حیات و زندگی آن حضرت صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده بود حضرت عمر در صف اول در غزوه احد و یکی از کارهایی که در غزوه احد انجام دادنی بود که عاص بن هشام مامای دیگر خود در غزوه بعد وقتی در مقابل قرار گرفت جا به جا کشتن
مشکل و مشکلی برای دوران مسایل. عاصم بن هشام برادر ابو جعفر در غزوه احد به دست خود حضرت عمر خوارزمی کشته شد. وقتی اسیران سران مشرکین اسیر شدند، 70 نفر از سرداران مشرکین اسیر شدند در غزوه بعد. از جمله اونها حضرت عباس بود. حضرت عباس کاکای پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بود، اما هنوز مسلمان نشده بود. ادعای مسلمان ها می‌خواستند اون مورد تعرض قرار بدن. حضرت عمر آمدن گفتن با عباس کار ندید. می‌فهمیدن که او دوست و مهربانی کاکا و برادرزادگی هست. به خاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نگذاشتن هیچ کس مزاحم حضرت عباس بشه. در غزوه احد زمانی که در وسط غزوه و در وسط جنگ مسلمان ها یک دفعه شکست در اونا بردن و شکست خوردن، از کسانی بودن که تا آخری لحظه در میدان جنگ استاده بودن و عقب نشینی نکردن. وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به طرف کوه بالا رفتن و عمر رو صدا کردن، اینکه به همراه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به طرف کوه بالا شدن. بر بالای کوه وقتی آمدن، ابو سفیان هنوز مسلمان نشده بود و فرمانده لشکر قریش بود. پایین کوه آمدن گفتن که یوم بیوم یوم لنا و یوم لکم، یک روز در مقابل یک روز دیگر. دیروز در بدر شما ما شکست دادیم، 70 نفر از ما کشتیم و امروز در احد ما شما شکست دادیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله عمر رو صدا کرد، عمر جواب از بده، الحرب سجار یوم لنا و یوم لکم. جنگ میدان زور آزمایی است. یک روز یک نفر دیروز میشه، یک نفر دیگر. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پیغمبر خدا برای حضرت عمر فرمودن که این جمله را برای ابو سفیان بگو. ابو سفیان اول بیان کردن که لنا عزا و لا عزا لنا، ما بت‌های عزا بت عزا داریم، بت لات و حبر داریم، اونا ما کمک کنن، شما هیچ کس ندارید. پیغمبر خدا برای عمر گفتن جواب بده، الله مولانا و لا مولا، الله نصرت کننده ماست و شما کسی ندارید. قتلانا فی الجنه و قتلاكم فی النار، مردگان ما و شهدای ما در جنت هستند و مردگان شما در جهنم هستند. در اونجا به جای پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و دستور آن حضرت صلی الله علیه و سلم، حضرت عمر جواب ابو سفیان داد. در غزوه حندق، در غزوه خیبر، در غزوه بنی مصطلق، در تمام غزوات در کنار آن حضرت صلی الله علیه و سلم و وظیفه وزارت رو در کنار آن حضرت صلی الله علیه و سلم انجام داد. مسئولیت های بسیار مهمی در حیات آن حضرت صلی الله علیه و سلم داشت. روزی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در دست راست و دست ابوبکر و در دست چپ و دست حضرت عمر وارد مسجد النبی شد. وقتی وارد مسجد النبی شدند، فرمودند که اینها وزیرای من در جنت هستند، رفیقای من در جنت هستند، اینها رفقای من در جنت هستند و الله جل و علا روز قیامت ما در همی حالتی که دست به دست هستیم در سهران ماشر عشق میکنیم. بعد از وفات حضرت صلی الله علیه و سلم در زمان خلافت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، مشاور امین و یار و مددگار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، در تمام مراحل سخت، در جنگ با مرتدین، در جنگهای دیگر، در کنار حضرت ابوبکر قرار داشتند و واقعانه و با شجاعت و با تدبر و تفکر از خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و سلم حمایت میکردند. زمانی که مرض الوفا و مرگ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نزدیک شد، با گمان زنی و رای زنی پرداختند، به مشوره با مسلمانها پرداختند، خصوصی مشوره کردن چه کسی بعد از خلیفه باشد و همه به اتفاق نظر از اونها روی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. در روز آخر آمدن در جمع مسلمان ها حاضر شدن، بسیار مریضی بر حضرت ابوبکر فشار آمده بود، اعلام کردن که این مردم به بعد از خود کسی که بهترین انسان ها در روی زمین است به عنوان خلیفه برای شما انتخاب کرده، آیا شما راضی هستید یا نه؟ او عمر بن خطاب است. همه مسلمین یک صدا گفتند سمعنا و اطعنا، ای خلیفه رسول الله ما شنیدیم و اطاعت کردیم. حضرت ابوبکر حضرت عمر رو به عنوان خلیفه انتخاب کردند. طبیعت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه طبیعت موسوی و جلالی بود.
در قدیم طبیعت جلالی ما و شما هم در جامعه خود استفاده میکردیم. فلانی تب جلالی برد یعنی چه؟ یعنی خشم میگرفتم زود با خشمگین بشدم. وقتی حضرت عمر به عنوان خلیفه انتخاب شد مردم کمی پریشان شد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه احساس کرد مردم پریشان هست. ما بعد عمر همون شکلی که در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و در زمان ابوبکر صدیق سختگیری میکرد، حالا بر ما سختگیری میکند. حضرت عمر بالای منبر بلند شد، مردم رو جمع کرد، گفتن این مردم، ما در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و در زمان ابوبکر صدیق بر شما بسیار سخت میگرفتم، چون حلم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و حلم و گذشت حضرت ابوبکر صدیق بسیار زیاد بود و در کنار گذشت و برنباری و حلمی از اینا سختی ملازم بود. اما امروز من نرمترین شما در مصر از من کسی نرمتر در مقابل شما بیه و اگر من سوال بینم اگر از روش و سیرت ابوبکر و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تحول بکنم شما چکار میدید؟ سه مرتبه این سوال را تکرار کردن. یک جوان بلند شد شمشیر بیرون کرد گفت عمر اگر از روش ابوبکر و پیامبر عدول بکنی با این شمشیر تو راست میدیم. گفت الحمدلله که در امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستن جوانانی که اگر دین در این تجربه را راست میدیم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با وجود اینکه در احادیث متعددی آن حضرت صلی الله علیه و سلم به علمیت عمر اشاره کردند، اما باز هم به مردم اعلام کردند هر کسی کوچکترین اشتباهی در من می‌بیند باید گوشزد بکند. در حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند من دیشب خواب دیدم که برای من ظرف شیر داده و این ظرف شیر من خوردم، گلاس شیر بود، این شیر را خوردم زیر از شیر مام. بعد از او عمر آمد، این خوابی است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دیده و اصحاب کرده بود. عمر آمد و من با عمر دادم، عمر با این مانده شیر بخورد. صحابه است کنم یا رسول الله تعبیر از این چی است؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودن تعبیر از علم است که علم با عمر دادم. در حدیث دیگری می آید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که من خواب دیدم عمر لباس بسیار دراز، پیراهن درازی که پشت سر از روی زمین کش می خورد و تن از اون است. صحابه عرض کردن یا رسول الله تعبیر از چی است؟ گفتن تعبیر از دین است که دین عمر بسیار زیاد است، دینداری عمر. روزی بر منبر خطابه ای داد میکردن گفتن هر کسی مهر دختران خود از مهر دختر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بیشتر میگیرد مو مال اضافی میگیرم و در بیت المال میذارم. پیرزاد بلند شد گفت عمر از کجای فتوا میگیری؟ مگر نه اینکه الله در قرآن میگه اگر به یک زن گنهای بسیار زیاد داده حق ندارد یک درهم از او پس میگیره. حضرت عمر فورا گفتن همه این مردم از عمر بهتر میفهمند هر پیر زنها. وقتی از او انتقادی میشد، وقتی مسئله به حضرت عمر گفته میشد، با وجود از اینکه بزرگترین شاهنشاه و امپراتور زمان خود بود فورا متوجه از او انتقاد میشد. از حال رعیت همیشه با خبر بود. عمر فرمان روا و حاکمی نبود که از حال افراد ملت و جامعه خود بخبر باشد. شبها یک نفر از صحابه صدا میکرد و با پاسبانی و گفزنی در کوچه های مدینه مشغول میشد. حضرت طلحه بن یک شب دنبال می آمد ابو محمد بریم یک کاروان تجارتی آمده در بیرون مدینه امشب نگهبانی از او میده. میگه ما رفتیم این کاروان تجارتی باید نگهبانی میبره. صدای گلی طفل بلند شد از جای. حضرت عمر رفتم پیش مادر از او طفل گفتن این طفل تو گریه میدی آرام کن. باز برگشتم تا صبح چندین مرتبه این طفل گریه کرد. در دمای صبح حضرت عمر باز آمدن گفتن که تو زن بسیار بدی هستی، این طفل تو از سر شب از تعالی گریه می کند و توی قرار نمیه. گفت تو چی کار داری به کار من بگذار؟ حتما یک حکمتی هست. گفت چی هست؟ گفت من میخوام این از شی بوا کنم. گفت چند ماه هست طفل تو؟ سن بسیار کمی برای تو تو. حضرت عمر گفت که سن از خوب هست. چرا از شی میخواد میکنی؟ گفت عمر به طفل های رو بگو قد به تو ما میده که ما شی خاره نباشه. و من این از شی بار میرم تا فردا برم از به تو ما بگو قد این بسته. گفتی کار نکن صبح بیا با مسجد بریم چی کار میشه. تو زنده رو شناختی چه کسی است؟ صبح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان هر جمع کردن در مسجد گفتن مردم دوباره هر نوزادی که متولد میشه با مجرد تولد حقوق از اون ماز به طوفان میده دیگه هم ندارم تفلاف زود از شیفار دیگه باز کنیم. این مکتوب کردن و تمام والی های رو در سر تاثر حکومت اسلامی فرستاد.
کرده در اومد کاروانی آمده بودن کنار خنده ای رفتن دیدن یک نفر بسیار ممنون عربی یک بادیه میشین سهر میشین نشسته است کنار دامن نشستن و از درون خیمه صدای ناله و گریه یک زن بودن تو زودتون برای چی کار شده؟ مریضی داری؟ گفت با کار من کار نمیتار چی کار داری؟ گفت از درون خیمه صدای ناله است گفت زن دارم کسی ندارم غریبم در اینجا و او در حالت تولد یک طفل و نوزاد است پریشان حضرت عمر برن شدن رفتن و خانه آمدن ام کلثوم دختر حضرت علی و فاطمه که زن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بود او رو برداشتن گفتن بریم از بیت المال مقداری روغن خرما و آب گرفتن و پشت خود حمل کردن آمدن برای این مرد گفتن اگر اجازه میدی زن بره درون خانه کمک درون خیمه کمک بکنه گفتن او داخل اون خیمه رفت حضرت عمر دیل گذاشت دارد نان بپزد برای زیان بعد از چند ساعت صدای از خیمه بلند شد که امیرالمومنین به رفیق خود بگوید که زن فارغ شد و طفلم سالم است مادر از اون سالم است این مردک آل حواس از سر جا آمد سبحان الله این که عمر بود امیرالمومنین بود که در خدمت کرد و می آورد یک چه اندازه تند و خشنی یک جواب داد فورا به معذرت خواهی شروع کرد نیاز به معذرت خواهی این وظیفه عمر است به عنوان حاکم مسلمان و به عنوان فرمانروای مسلمان ها که از حال ملت خود باخبر باشد وقتی شکر گم میشد در نیمه های چاش حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به دنبال شکر صدقه کوچه های مدینه و نخلستان ها و باغ های مدینه میگشتند روزی حضرت عثمان دیدن در وقت گرمی بسیار شدید سرزمین حجاز حضرت عمر دارد میدود در کوچه ها و در باغ ها امیرالمومنین کجا میره؟ گفتن شطور گم شده شطور گم شده و دنبال شطور مال صدقه میکردم از مال بیت المال گفتن نه خلیفه امیرالمومنین کسی دیگر بره غلاما رو بگیم نگهبانا رو بگیم شما چرا این قدر در این وقت چاک میدارید تو فردای قیامت از عمر میپرسن از دیگران نمیپرسن زندگی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هر انسانی در هر مقامی باشد برای یک الگو و اسوه نمونه است چی یک مسلمان عادی باشد چی یک پدر برای خانواده باشد چی یک مسلمان که در جامعه با دیگران زندگی میکند چی یک حاکم و فرمانروا باشد وقتی به زندگی حضرت عمر نگاه بکند در هر بخشی از زندگی از این انسان عظیم و برجسته نمونه ها و مثال های برای تقلید و تبعیت از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در آمد ما زمانی که در مدینه منوره قحطسالی آمده بود و چیزی برای خوردن نبود حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوردن دو غذا و غذای خوب بر خود منع کرده بود و حرام کرده بود تا فقیرترین مسلمان شکم از او سیر نشود عمر شکم خود سیر نمی کند تکه نان جو می خوردن که از اون نان جو شکم حضرت عمر سیر نمی شود به حضرت ابو عبیده بن جراح نامه نوشتن در شام که گندم بفرست 4000 بار شطور گندم فرستادن به حضرت عمرو بن عاص به مصر والی مصر بودن نامه نوشتن که گندم بفرست 100 بار کشتی حضرت عمرو بن عاص به مدینه منوره فرستادن صحابه میگن در آمار ما غم گشنگی خود ما نبود گشنگی مردم نبود خلیفه امیر المؤمنین از گشنگی داشت میمرد و هر چی بزن اصرار میکردیم حداقل از این نان جو شکم پرسید بکن میگفت عمر عهد کرده تا شکم ظریفترین مسلمان ها سیر نشود عمر غذای سیر نشود رنگ بسیار شده بود و چهره از این کبود شده بود و بسیار خوش برابر شده بود اما نه وقتی که مطمئن شد دیگه در مدینه کسی نیه که شکم از این گشنه بماند یا سیر نشود بعد از او غذا میخوردن و چه غذا میخوردن یا نان جو و روغن یا نان جو و زیتون دیگه هیچ چیزی دیگه نمیخوردن یا نان جو و خرما میخوردن روز فرزند از حضرت عبدالله بن عمر گوشت پخته کرده بود از خانه و به همراه روغن پخته کرده بود حضرت عمر گفتن اینا دو غذا است من پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله ندیدم که دو غذا با هم بخورد روغن یک غذای جداست و گوشت یک غذای جداست گوشتای خشکیده ای که بود گاهی وقت گوشت خشکیده می جویدن و می خوردن لباس که می پوشیدن صحابه می فرمایند ما در لباس از اونا در وسط شانه های از اونا 12 وصله و پیوند می دیدیم زمانی که به بیت المقدس رفتن 17 پیوند و وصله و لباس از اونا بود صحابه رفتن یا رسول الله این مردم روم هستند اینا مردم بسیار
سرمایدار و مردم صاحبان دولت بینن اینا شما در این لباس ببینن مسلمان ها به دیده تحقیر میتونم بکنن اگر اجازه بدین لباس اینها رو برای شما تهیه بکنن گفتم نه لباس خود بهتر است صحابه یک دست لباس اینها آوردن از لطول من دست کشیدن با لباس اینها پس دارم گفتم لباس اینها از همه بهتر است یه عرب از این چیز میکنن همون لباس واسطه‌دار رو پوشیدن غذایی که در خانه حضرت عمر پخته میشد مهمانانی که میامدند اکثر مهمانا توان هضم از این غذا نداشتند نمیتونستند غذا بخورند حضرت جریر بن عبدالله با گروهی از بیرون از مدینه از سلام طوایف با مراقبت حضرت عمر آمدند وقتی غذایی که در اون خانه حضرت عمر بود آورده شد این غذا نتونستند بخورند اینقدر غذای خشن سخت و تقریبا غذای بسیار معمولی و جزئی صحابه جمع شدند خدمت حضرت علی آمدند گفتند ای علی تو خسور پیان حضرت عمر هستی برای حضرت عمر بگو برای خودت سخت میگیری اجازه بده مهمانانی که پیش تو میآیند مهمانان حکومت اسلامی و دولت اسلامی هستند ما برای این مهمانا از بیت المال یک سفره بندازیم غذای بهتر بیاریم حضرت علی گفت می جرأت ندارم بگو برم پیش امهات المؤمنین آمدم پیش امهات المؤمنین حضرت عفسه و حضرت عایشه خدمت حضرت عایشه عرض کردم اگر شما به حضرت عمر سفارش بکنید مهمان ها از بزار خود اومد از بیت المال غذا میدهند حضرت عایشه گفتند میگم ولی حضرت عمر قبول نمیکنند حضرت عمر خواستند و حضرت عمر گفتند حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شروع کردند به سختی ها و گرسنگی ها و مشکلات اقتصادی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله حضرت عمر را بیان کردند و گریه میکردند حضرت امهات المؤمنین حضرت عایشه و عفسه اونا هم شروع کردن به گریه و در پایان گفتن مجنونه غذای رنگارنگ بر سفره می باشد و دیار ابوبکر صدیق و محمد و رسول الله صلی الله علیه و آله شکم از اونا در ما سیر نمی شد نعم این کار میکنم فردا قیامت چگونه میتونم رفاقت از اونا حاصل بکنم قبول نه اینا سیرت حاکم و زندگی یک فرمانروای عادل است یک حاکمی که میخواهد برای ملت خود برای مردم خود و جامعه از پشت دیوارهای بسته از پشت دیوارهای کامیونیتی از پشت تعمیرهایی که تا سال یک نفر مسکین از یک ملت و رعیت نمیتونه به او فرمانروا حاکم ولسوال یا هر کسی که میخواهد باشد برسد اینا نمیشه خدمت کرد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برای تمام والیهای خود نامه نوشتند هر والیی که درباندش نگهباندش فورا عزل میشد هر والیی که آرد غلبه میکرد و نان پخته میکرد او والی باید عزل میشود هر والیی که لباس نازک داشت او باید عزل میشود لباس خشن ما و شما قدیم کرباس میگفتیم کرباس باید به تن خود باشد از والی مصر شکایت آمد که لباس نازکی پوشیده است محمد بن مسیلمه صدا کردند او مفتش و بازرس حضرت عمر بود گفتن یار حرکت میدی در هر حالتی والی مصر دیدی دست از میگیری و اینجوری میاری مفتش و معمول حضرت عمر وقتی به مصر رسیدن دم در دیدن نگهبان است وارد خانه والی شدن لباس نازک پوشیده دست از گرفتن حرکت کن به طرف مدینه محمد ابن قانع والی بودن حرکت کن گفت اجازه بده لباس عوض بکنم گفت دستور عمر است اجازه لباس عوض کردن نداره دست از گرفت با همون لباس نازک به مدینه آورد وقتی که به مدینه آمد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دید گفت از این بعد شتران مسفندان مسلمان ها در صحرا میره میچنند ساکت شد گفت می فهمی از کجا به این مقام رسیدی هله تو یک چوپان بوده و تو ما امیر مسلمان ها کردیم که لباس نازک بپوشی در خانه خود نگهبان بگذاری مسلمان نتوند فریاد خود به تو برساند فورا مسفندان میچنند محمد بن قانع گفتن یا امیر المؤمنین اگر اجازه بده و من دوباره با مسلمت برقرار بکنم می عهد و پیمان مینم که دوباره بر در حالت نمیبینم و وقتی پس ماموریت از اونها ابغا کردن بهترین حاکم و والی در زمان حضرت عمر و بعد از او محمد بن قانع بود در حجة الوداع در آخرین حجی که حضرت عمر انجام دادن همه استاندارها و والیهای خود در مکه مکرمه خواستند بعد از او صحبت کردن گفتن شما را این خواستم احکام و فرامین را به والی های خود صادر کردن که به این شکل باید زندگی کنه به این شکل باید برخورد بکنه مردم ها گفتن کسی از اینا شکایت دارد یک نفر بلند شد از یک والی شکایت کرد گفته امیر المؤمنین مرد و از دست را شلاق زده است بی گناه حضرت عمر شلاق را دست دادن والی گفتن بلند شد و بزن همین دیگه روی همه مردم و والی ها حضرت عمر بن عاص بلند شدن گفتن امیر المؤمنین اگه این آن والی جلوی مردم تنبیه بشود حرمت برای ما والیان نمیماند گفتن هر کسی که
خیانت بکند، تحقیر بکند، باید جواب پس بدهد. من پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دیدم که نمیشد قصاص گرفتن و من هم روز قصاص میگیرم بزن گرفتن باز بالی را عصد کردن. اگر شما اجازه بدید ما صاحب از شلاح و کسی که شلاح خود دل راضی بینه اونا والی ها عذر میره پیش از این نفر که تو آبروی مرتبه هست هر چی بخوایی ما به تو میره حرمت مرتبه هست بعد این نفر در مقابل هر شلاح دو سکه طلا میگیره و اون شلاح رو خود معاف میکنه. حضرت عمر شخصیتی است که حضرت صلی الله علیه و سلم در اون مورد فرمودن لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب. اگر بعد از این پیغمبر میامد حتما پیغمبر عمر بن الخطاب بود. ما اگر بخوایم وسیلت حضرت عمر و از زندگی حضرت عمر صحبت بکنیم و بگوییم شاید صدها جلسه بگوییم صدها هفته بگوییم اما سیرت حضرت عمر رو تمام نکنیم. فضائل از این خوبی ها از این خیلی مطالب بده از این بشتون که امروز بگوییم اما وقت تمام شده و وقت هم گذاشته فرصت نمیشه. ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.